se bate y mejor desee uno. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Azzamallahu ajurana wa ajurakum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma kulli waliyyika al-hujjat ibn al-hasan. Salawatuki alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a. Waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tawha wa tumatta'ahu fiha tawila. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. روایاتی که زیاد شنیدید، من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، یعنی کسی که صبح کند و به امور مسلمین فکر نکند، همت نگمارد، فلیس به مسلم، مسلمان نیست. یا یه جای دیگه پیامبر می فرماید که من سمع رجلا، یعنی شنیدید شما، ینادی یا للمسلمین، یعنی صداش بلند کرد، ای مسلمانان کمک کنید، یا علی المسلمین، فلم یجبه فلیس به مسلم، جوابش ندید، فلیس به مسلم. روایات تندیست، حالا این حد اقلیست که ما میتونیم از این ور عالم به ندایشون پاسخ بدیم، لبیک گفتیم، شنیدیم، نشستیم، گریستیم، همدردیم، در این شکی نیست، همه من ناراحتیم و امت پیغمبر هست که اونجا میفرمایند که اگر کسی هم سقط بشه از این امت، پیامبر میفرمایند که از امت من بود. حالا اینا که شیعیان امیر المؤمنین هم خاصن و کسانی هستن که باعث فخر و مباهات اهل بیت هستن. یه جای این صحبتی که از آقای فطرت داشتن خیلی زیبا بود، حالا من دیر رسیدم ولی همون مقداری که شنیدم خیلی عالی بود و به یاد این آیه منو انداخت که اونجا که میفرماید که قد جاءکم بصائر من ربکم، یعنی بیگمان از سوی پروردگارتون مایه های بینش و بصیرت آمد سراغتون. فمن ابصر فلنفسه، یعنی پس هر کی بصیرت یافت به سود خود اوست، فلنفسه، و من عمی فعلیها، و هر کسی که یعنی فمن عمی، یعنی چشم از نادیده گرفتن، و فمن عمی فعلیها، به ضرر او خواهد بود، و هر کسی هم که اون بصیرت را گرفت به سود اوست، و هر کسی کوری گزید یعنی نادیده گرفتن و به زیان خیش عمل کرد. بعد پیامبر اینو میفرمایند که و ما انا علیکم به حفیظ، و من نگهبان و ضامن شما نیستم. یعنی این بصیرت را ما باید در این دنیا باید خودمون پیدا کنیم، باید داشته باشیم. همه چیز الان که واضح هست که ظالم کیست، مظلوم کیست، دشمن کیست، دوست کیست، دیگه چیزی مخفی نمونده، همه چیز عیان هست و همه چیز معلوم. و اگر اینجا ما بصیرت نداشته باشیم، نفهمیم اون حق را، جانب حق را نگیریم، پیامبر می فهمند که ما انا علیکم به حفیظ، منم با شما نیستم. یعنی اگر همراهی پیغمبر نباشه با ما، پس ما چه کار میشیم دیگه؟ اون خسران ابدی خواهد بود، هم اینجا هم اونجا. روایاتی که ما داریم در باره همین مظلوم، در خصوص مظلوم خود خدا میفرماد که به ای ذنب قتلت. حالا اینجا که خدا اون خواه اون قتلی که اونجا صورت گرفت در زمان جاهلیت، اون خون یک کسی بود که اصلا بیدین بود، مسلمان هم که نبود، کافر بود، مشرک بود، هرچی بود، ولی چون مظلوم بود خدا فرمود به ای ذنب قتلت، چرا اون کشته شد. اینجا یک عده ای از مؤمنین کشته شدن، از پیروان اهل بیت کشته شدن، شیعیان حیدر کرار کشته شدن. یه جای دیگه هم میفرماید که من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، یعنی اگر ظلم به کسی بکنید، یعنی خود خدا دشمن توست، حتی اگر ظلم به زن و بچه هم بشه، اونجا هم که خصم خدای متعال هست. دینی که ما داریم انقدر زیباست، خصوصا درباره ظلم و تعریف ظلم و این مسائل دیاتی که اومده. یک کسی اومد سوال کرد که این که شما میفرمایید از امام صادق پرسید،
این که شما میفرمایید که اگر کسی ظلمی بکند، ستمی روا دارد به کسی، باید دیه بده، یعنی اینو لطفا توضیح بدید. امام فرمودن باشه، الان بگم اجازه بدید دستتون رو به من بدید. اون آقا هم دست به امام داد، امام اجازه گرفتن، فرمودن اجازه میدید من فشار بدم دستتون رو؟ گفت بفرمایید ابن رسول الله، میخوای توضیح بدید مسئله رو. امام دستشو گرفتن و با انگشتشون یه مقداری فشردن، مقدار خیلی کمی، بعد یه مقداری از اثر انگشت هم روی انگشت اون آقا ظاهر شد. امام فرمودن تا این حد، تا این حدی که الان بر دست شما این ظاهر شده، یعنی اونم دیگه دیه داره، یعنی باید تقاضاشو بدیم. یا اگر مثلا چیزی به بچه دادیم، بچه چیزی داره میبره توی آشپزخونه، از دستش افتاد، ما داد میزنیم، جیغ میزنیم، اذیت میکنیم، حتی اینم دیگه داره، اجازه این کارم نداریم. حالا اینجا آمدن قتل نفسه، نه یک نفر، ده نفر، ده ها نفر اونجا شهید شدن. خیلی از اوقات، خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم، روز قیامت که میشه، انشالله که اینطوری نباشه در حق ما، روز قیامت که میشه ما پاسخگو هستیم، در اعمالمون خواهیم دید خیلی از اعمال نوشته شده که ما اصلا انجام ندادیم. میگیم که خدایا اینا که کار من نبود، این عمل من نبود. بعد همون عرفی است که در زیارت عاشورا هم اومده که اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له، و اون آخرین کسی هم که پیروی کرده از اون اول ظالم، حالا اونجا اول ظالم اون دو نفر بودن، اومدن ظلم کردن، حالا اینا هم که دارن پیروی میکنن از اون دو نفر، این هم دیگه به جرم اون نوشته میشه، جرم اون به اینام نوشته میشه. بعد همین ذیل همین لعنی که ما داریم، بعد میگیم و شایعت، این شایعت یعنی از تشییع، یعنی همین جنازه را که تشییع میکنیم، یعنی جنازه را سیاف میکنیم، یعنی بدرقه میکنیم میرسونیم، و شایعت یعنی همون کاری که اونا کردن اونو داریم ما تشییع میکنیم، اون کارا داریم ادامه میدیم. و تابعت یعنی پیروشون، و تابعت یعنی فالوش میکنیم. خب لعن الله امتا سمعت بذلك فرضیت به، این دیگه خیلی سخته، یعنی خدا لعنت کند اون امتی را که شنید این ظلم را، فرضیت به، یعنی گفتن خب عیبی نداره، we are okay with it، یعنی این که میگن we are okay with it، خب باکی نیست، چیزی نشد، این هم شامی مثل همونه، مثل همون کسی است که ظلم کرده. از خدا میخواهیم که این ظلمی که شده، ما با خود مظلومین هستیم، ما نشستیم در سوگشون، گریستیم، ناراحت هستیم و دعا میکنیم که خدایا ظلم را از صفحه هستی محو کند، ظالم را از صفحه هستی محو کند، و تنها راهی هم که میبینیم جز این نیست که امام برگردن، یعنی اون کسی که میتونه یعنی همه این امور را اصلاح کند ابا صالح هست. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، این وعده خداست که نوشته شده در زبور و بعد از ذکر که این زمین از آن صالحان هست. صالحان، اون کسی که بهترین صالح هست، ابا صالح هست، و تا آمدن ابا صالح این چیزا هست. ما دعا میکنیم که در ظهور آقا امام زمان، به حق خون همه این شهدا، این مظلومین، در ظهور ایشون تعجیل بفرماید و ما را جزو اصحاب و انصارشون قرار دهد. بین ما قرآن و اهل بیت آنی جدایی میاندازد. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.